به نام خدا. با سلام. با آموزش تجهیزات حفاظت فردی یا Personal Protective Equipment در خدمت شما عزیزان هستیم. از این به بعد به اختصار از PPE استفاده خواهیم کرد. تجهیزات حفاظت فردی، ما برای چی از تجهیزات حفاظت فردی استفاده میکنیم؟ برای اینکه بیایم پیامدهای یک حادثه رو حذفش بکنیم یا کاهش بدیم اون پیامدها رو. بنابراین ما برای حذف پیامدهای یک حادثه یا کاهش پیامدهای یک حادثه از تجهیزات حفاظت فردی استفاده میکنیم. اگر ما از تجهیزات حفاظت فردی در محیط کار استفاده نکنیم چه اتفاقی خواهد افتاد؟ دو تا اتفاق بزرگ ممکنه برای ما بیفته. در گام اول ممکنه خطری توی محیط کار برای ما به وجود بیاد که ما از تجهیزات حفاظت فردی هم استفاده نکردیم و ممکنه جان خودمون از دست بدیم. در گام دوم اگر جان خودمون از دست ندیم، یعنی یک حادثه که در ادامه بهش اشاره خواهیم کرد باعث از دست دادن جان ما نشه، ممکنه سلامتی ما رو تهدید بکنه و سلامتی ما رو به خطر بندازه. برای مثال فرض کنید اپراتوری در حال کار کردن با یک دستگاه پرس ضربه‌ای هستش. اگر از اهرم یا اصطلاحاً امبورک برای برداشتن قطعه استفاده نکنه، در هر صورت هم که دستگاه کاملا مجهز باشه و سنسور داشته باشه، ممکنه خطای در دستگاه به وجود بیاد و دستگاه اصطلاحاً دو ضرب بکنه و زمانی که اپراتور دست خودشو ببره برای برداشتن قطعه و از اون انبور استفاده نکنه، ممکنه دستگاه روی دست اپراتور بشینه و باعث از دست دادن سلامتی و قطع انگشتان اپراتور بشه. برای همین ما باید از تجهیزات حفاظت فردی در محیط کار خودمون استفاده بکنیم. تجهیزات حفاظت فردی باعث حفاظت از جان ما میشه، باید متناسب با کار ما باشه و باید شرایط کاری ما با اون تناسب داشته باشه. قبل از هر چیزی باید با دو تا مفهوم آشنا بشیم. مفهوم اول حادثه هستش. حادثه یک رویداد غیر پیش بینی شده است، یک رویداد غیر منتظره است، یک اتفاق غیر منتظره هستش که خطرات و اثرات نامطلوبی که باعث ایجاد جراحت افراد یا به خطر انداختن جان افراد میشه با خودش به همراه داره. بنابراین ما باید اول حادثه رو بشناسیم. حادثه ممکنه بیاد آسیب بزنه به محیط زیست، ممکنه آسیب بزنه به اموال. یعنی حادثه نیاز نیست که حتما بیاد باعث جراحت بشه یا جان ما رو تهدید بکنه. ممکنه یک حادثه باعث ایجاد آسیب به محیط زیست بشه یا باعث تخریب و ایجاد آسیب به اموال بشه. شبه حادثه. شبه حادثه در واقع یک رویداد برنامه‌ریزی نشده هست که تمامی شرایط حادثه رو داره ولی اصطلاحاً به خیر میگذره. یعنی یک اتفاق غیر قابل پیشبینی رخ میده ولی به خیر میگذره، یعنی صدمات جانی یا خسارتی به بار نمیاره، بهش میگن شبه حادثه. روند بروز یک حادثه. ببینید الان در این شکل که دارید مشاهده میکنید، یک جرثقیل سقفی اینجا هست که یک پالت رو بلند میکنه. اپراتور یا کسی که اینجا در واقع بارگیری رو داره انجام میده، این پین جرثقیل رو یا این زنجیر جرثقیل رو چک نکرده. علاوه بر این مسئول HSC هم چک های دوره‌ای و بازدیدهای دوره‌ای خودش رو از سالم بودن زنجیر انجام نداده. علاوه بر این فردی که مسئول تعمیر و نگهداری جرثقیل هستش بررسی نکرده و ندیده که این زنجیر ممکنه مشکل داشته باشه. بنابراین الان فرد و مسئول جرثقیل پالتو بارگذاری کرده و داره پالتو از مبدا A به مقصد B جابجا میکنه. توی جابجایی و زمانی که اینجا زنجی حالا اصطلاحا شل هستش یا پین در اومده، دو فرد دارن از زیر پالت رد میشن. اینجا الان روند بروز شبه حادثه در واقع داره نمایش میده که این پالت جلوی پای افراد سقوط کرده
ولی خسارتی به بار نیاورده، اصطلاحاً به خیر گذشته. در صورتی که توی قسمت 4 رو بیاید مشاهده میکنید، باعث ایجاد یک حادثه شده، یعنی اینجا در واقع جان فرد رو تهدید کرده، پالت روی افراد افتاده و جانشون رو از دست دادن، که این روند بروز یک حادثه و شبه حادثه داره به شما در حالات شماتیک نشون میده. تجهیزات حفاظت فردی اصلا چی هستش؟ PPE اصلا چی هست؟ ببینید، ما توی محیط کارمون با انواع اقسام خطرات روبرو هستیم. ممکنه شما دارید رد میشید، به عنوان یک اصلا کارشناس هم اونجا حضور دارید، دستتون بگیره به یک پالت، به یک ورق و جراحت به وجود بیاد. ممکن از بغل دستگاهی دارید رد میشید، دستگاه پاشش مذاب داشته باشه و روی شما بپاشه و باعث ایجاد حادثه بشه. برابر این، توی محیط کار تحت هیچ شرایطی نمیشه بگیم که حادثه و اتفاق افتادن رویدادهای غیرمنتظره صفر هستش. ما باید بیاییم با استفاده از برنامه‌ریزی و مواردی مانند استفاده از تجهیزات حفاظت فردی، این حادثه ها رو، صدمات و جراحاتش رو به حد اقل خودش برسونیم. بنابراین تجهیزات حفاظت فردی یک سری وسایل ها هستن که فرد یا اپراتور اینجا استفاده میکنه تا بتونه در هنگام بروز حادثه صدمات رو به حد اقل مقدار خودش برسونه. کلاه ایمنی برای حفاظت از سر، عینک های مخصوص برای حفاظت از چشم، گوشی های مخصوص برای حفاظت از گوش ها در برابر صداهای بلند و نامتعارف، استفاده از ماسک های مخصوص برای حفاظت از سیستم تنفسی، لباس کار و شلوار کار مناسب، کفش کار و همچنین دستکش مناسب جزو تجهیزات حفاظت فردی یک اپراتور و یک فرد هستند که توی محیط کار باید استفاده بشه. برای چی؟ برای اینکه جلوگیری کنه از بروز حادثه. به زمانی که ما میگیم جلوگیری کنه، یعنی شما وقتی دستکش دستتون کنید، اینجوری نیست که دیگه ورقی باعث بلندگی و بریدن دست شما نشه و دستکش بیاد اون بلندگی اون ورق رو از بین ببره. منظور ما از جلوگیری از بروز حادثه به این صورت است که وقتی شما دارید کار برشکاری انجام میدید، اگر دستکش مخصوص دستتون باشه، اون ورق دیگه نمیتونه دست شما رو ببره و باعث بشه که به شما جراحات وارد بشه. همچنین خطرات محیط کار برای شما کم میکنه. زمانی که شما کفش کار مخصوص پاتون باشه، اگر پنجه پاتون به یک فلزی، به قالبی، به یک ورقی برخورد بکنه، اون قسمتی از کفش کار که اصطلاحا یک کامپوزیت یا یک فلزی درش تعبیه شده، باعث میشه که جلوگیری کنه از وارد شدن ضربه پنجه پای شما و خطرات رو برای شما کاهش بده. اگر یک شیء روی سر شما سقوط بکنه، وقتی کلاه ایمنی سرتون باشه، شی به کلاه ایمنی برخورد میکنه و باعث میشه که سر شما سالم بمونه و شکستگی و یا خطراتی برای سر شما به وجود نیاد. اگه شما دارید تو جاهایی که سر و صداهای خیلی زیادی هست کار میکنید، برای مثال جاهایی که دارم پرسکاری انجام میدن، پرسهای ضربه ای صداهای زیادی ایجاد میکنن، شما باید گوشی های محافظ استفاده بکنید، برای اینکه این صداها به مرور زمان باعث تاثیرات روی شنوای شما نشه. بنابراین وقتی ما میگیم از حادثه جلوگیری میکنه، به این منظور نیست که میاد حادثه رو جلوشو میبنده. حادثه همیشه توی محیط کار وجود داره، اتفاقها ممکنه همیشه بیفته، ولی ما وقتی از تجهیزات استفاده بکنیم، دیگر این خطرات رو میتونیم کاهش بدیم و به صفر برسونیم یا به حداقل مقدار خودش برسونیم. چه فاکتورهای تأثیر میذاره در انتخاب وسایل حفاظت فردی؟ من بر اساس چه الگوهایی باید یک دستکش مناسب تهیه بکنم؟ بر اساس چه الگوهایی باید یک کفش کار مناسب تهیه بکنم؟ یکی از این عوامل تناسب با عوامل زیان آور هستش. یعنی شما باید بدید توی محیط کار بررسی رو بکنید، ببینید چه عوامل زیان آوری هست. آیا مواد شیمیایی وجود داره؟ آیا سر و صدا وجود داره؟ آیا پاشش مذاب وجود داره؟ آیا برخورد شی از بالا به پایین وجود داره؟ عوامل زیان آور شناسایی بکنید، مناسب با اون لباس کار یا تجهیزات حفاظت فردی تهیه بکنید.
همکاران باید پذیرش داشته باشند و از اون استفاده بکنند. برای فرض مثال که این گام دوم شما بتونید درک بکنید، در زمان کرونا که یک سری از افراد پذیرش نداشتند و از ماسک استفاده نمی کردند، بنابراین یکی از فاکتورهایی که تأثیر میذاره در انتخاب وسایل حفاظت فردی پذیرش همکاران هستش. ما باید بتونیم به راحتی از تجهیزات حفاظت فردی استفاده بکنیم، راحت باشه، نگهداری و تاریخ انقضا و قیمت مناسب. برخی از ماسک ها ممکن تاریخ انقضا داشته باشه، برخی از تجهیزات حفاظت فردی ممکنه تاریخ انقضا داشته باشه، باید به اون توجه بکنیم. قیمت در واقع باید مناسب باشه. زمانی که قیمت مناسب باشه، ما اینجا در واقع اصطلاح ارزیابی تعمیر کننده رو باهاش در ارتباط هستیم. حالا ما اینجا زیاد بهش اشاره نمی‌کنیم. باید نظر همکار خودمون رو بپرسیم، از اپراتوری که پای دستگاه هست سوال کنیم با چه دستکشی مناسب پس که شما کار انجام بدید. جنس دستکش یا لباس کار مناسب باشه. مدت زمان استفاده، اگر شخصی در جایی داره کار میکنه که باید از ماسک استفاده بکنه، حتما باید ماسک هایی در واقع خریداری بشه که قابل دسترسی باشه. همین که اگر 8 ساعت 9 ساعت 12 ساعت اپراتور پای دستگاه هست، ماسک مناسب استفاده بکنه که این ماسک تنفسش رو راحت بکنه، طوری نباشه که باعث اشکال در کار اپراتور بشه. تطابق با استانداردها باید داشته باشه. خب همونجوری که خودتون میدونید برای همه چیز استاندارد وجود داره. بنابراین لباس کار، تجهیزات حفاظت فردی، ماسک ها، عینک ها که در ادامه بهش اشاره خواهیم کرد، باید استانداردهای مناسب درش رعایت شده باشه. و قسمت آخر، انطباق با قابلیت و حساسیت فردی باید داشته باشه، یعنی باعث ایجاد و بروز حساسیت فرد نشه. یک لباس کار مناسب براش تهیه بکنیم، یک دستکش مناسب تهیه بکنیم. اگر جایی داره کار میکنه که دمای اون دستگاه بالا هست، نمیتونیم از دستکش های نخی استفاده بکنیم، چون دستکش نخی آب میشه و میسوزه و نباید باعث ایجاد حساسیت بشه. ما تجهیزات حفاظت فردی داریم تهیه میکنیم که باعث بشه خطرات محیط کار و اپراتور یا افراد یا همکاران ما کم بشه. بنابراین اگر بخوایم وسیله‌ای یا تجهیزی تهیه کنیم که باعث ایجاد حساسیت توی افراد بشه، انطباق با قابلیت نداشته باشه، استاندارد لازم نداشته باشه، قابلیت دسترسی نداشته باشه، جنس نامرغوب تهیه بکنیم، در تمام این در واقع موارد که ذکر کردی همچنین قیمت هم باید مناسب باشه. اگر این موارد درش رعایت نشه، انگار ما کار درستی انجام ندادیم و به جای اینکه بیایم کمک کرده باشیم به اپراتور که خطرات رو کاهش بده و در زمانی که یه خطری براش اتفاق میفته باعث آسیب های جدی نشه، داریم بالعکس کار میکنیم و داریم سبب میشیم که اپراتور علاوه بر اینکه در کارش اشکال به وجود بیاد، سبب بشه که راحتی لازم اون ابزار براش وجود نداشته باشه. از آنجایی که نیروی کار توی هر کشوری به ویژه کشورهایی که در حال توسعه هستند یک بخش مهم و پراهمیت از سرمایه ملی محسوب میشه، مفاهیمی تحت عنوان مفاهیم HSE، مفاهیم سلامت در حوزه کار به وجود اومده. ما مفاهیم و این اصطلاحات رو خدمت شما ارائه میکنیم. واژه سلامت در محیط کار و اشتغال معمولا در دو سطح قابل تعریف هستش. توی سطح اول بهداشت کار و در سطح دوم طب کار هست. در قسمت اول بهداشت کار رو خدمتتون توضیح میدیم. بهداشت کار یا بهداشت محیط کار خودش شامل سه دسته میشه. دسته اول باید بیایم بهداشت محیط رو فراهم بکنیم. توی قسمت دوم بهداشت تغذیه کارکنان رو فراهم بکنیم. و قسمت سوم بهداشت حرفه‌ای رو داخل محیط کار فراهم بکنیم. بهداشت محیط کار به این منظور هستش که باید توی محیط کار شناسایی و کنترل داشته باشیم روی آلودگی هایی که برای آب، هوا و فاضلاب ممکن به وجود بیاد. همچنین باید آب و تغذیه سالم و مواد غذایی سالم در اختیار پرسنل قرار بدیم و اطمینان حاصل کنیم از سلامت آب و مواد غذایی که داریم به پرسنل ما ارائه میکنیم. همچنین بهداشت محیط کار شامل شناسایی و کنترل حشرات و موجودات موذی میشه که بعد این حشرات و موجودات موذی مانند موش رو بیام شناسایی بکنیم، تومه گذاری بکنیم و از بین ببریم. در کل توی
قسمت بهداشت محیط باید بیایم یک محیط کاملا پاکیزه و عاری از هر گونه آلودگی رو در اون خدمت اون کارکنان و اون پرسنل قرار بدیم. توی قسمت تغذیه و بهداشت تغذیه کارکنان سه تا اقدام ما باید انجام بدیم. اقدام اول اینه که باید جلوگیری کنیم از آلوده شدن مواد غذایی. برای مثال اگر انبار مواد غذایی داریم باید اطمینان حاصل بکنیم از اینکه مواد غذایی ما آلوده نیستن. موجودات و حشرات موذی اونجا رفت آمد نمی کنن و اینکه اطمینان حاصل کنیم از سلامت اون تغذیه که داریم در اختیار اون کارکنان قرار میدیم، برای مثال تاریخ انقضا داشته باشه و همچنین باید یک برنامه غذایی مناسب تنظیم بکنیم. توی قسمت بهداشت حرفه‌ای داخل محیط کار یعنی باید بیایم شناسایی، کنترل و اندازه‌گیری کنیم ریسک‌های بهداشتی و همچنین عوامل زیان آور فیزیکی، عوامل زیان آور شیمیایی، عوامل زیان آور بیولوژیکی و ارگونومیکی رو باید شناسایی بکنیم و در سرد از بین بردن این عوامل گام برداریم. توی قسمت طب کار چه اتفاقاتی میفته؟ طب کار یک شاخه از طب پیشگیری هستش که در زمینه خدمات سلامت شغلی فراهم میکنه. ببینید تمام این موادی که ما خدمت شما توضیح دادیم پیشگیرانه هستن. طب کار چه کاری انجام میده؟ شخصی که میخواد وارد یک محیط کاری بشه معمولا قبل از کار باید بره طب کار. مراکزی وجود داره تحت عنوان طب کار که در این مراکز پزشک وجود داره. شخص اونجا مراجعه میکنه، سطح شنوایی شخص و سطح بینایی شخص رو میسنجن، اونجا آزمایش خونی از شخص میگیرن. به این اقدامات تماما پیشگیرانه هستش که شخصی که میخواد وارد محیط کار باشه بسنجن، ببینن از نظر شنوایی، از نظر بینایی، از نظر تنفسی مشکلی براش وجود نیاد و همچنین یک چکاپی در واقع انجام بشه، یک آزمایش خون ازش گرفته بشه. این در واقع اون قسمتی از طب کار هستش. بنابراین اگه بخوایم جنبندی بکنیم، ما توی حوزه کار و اشتغال به دلیل اینکه نیروی کار برای ما بسیار اهمیت داره، میایم واژه سلامت رو تعریف میکنیم. گفتیم واژه سلامت دو قسمت بهداشت کار و طب کار خلاصه میشه. توی قسمت بهداشت کار خودش بهداشت محیط کار رو شامل میشه، بهداشت تغذیه رو شامل میشه و بهداشت حرفه‌ای. حالا تمام این مواردی که خدمت شما توضیح دادیم میاد خلاصه میشه و پیش نیاز مفهومی تحت عنوان مفهوم HSE هستش. مفهوم HSE از سه واژه انگلیسی شامل میشه. اولین واژه که اینجا ما باش سرکار داریم واژه health به معنی بهداشت هستش. دومین مفهوم که توی HSE ما باش سرکار داریم environment به معنی محیط زیست و سومین واژه که اینجا ما باش سرکار داریم واژه ایمنی یا سیفتی هستش. مفهوم HSE در این سه واژه خلاصه میشه. زمانی که ما میگیم HSE یعنی باید بهداشت رو در نظر بگیریم، محیط زیست رو در نظر بگیریم و ایمنی رو در نظر بگیریم. اگر بخوایم به صورت خیلی کلی‌تر بیان بکنیم، سه اصل اساسی در پایه‌ریزی قوانین بهداشت حرفه‌ای هستش. یعنی زمانی که ما می‌خوایم بیایم بهداشت حرفه‌ای رو پایه‌ریزی کنیم، این سه تا واژه، این سه تا مفهوم رو در نظر می‌گیریم و این سه تا مفهوم به ما کمک می‌کنه تا بیایم توی محیط کارمون سطح ایمنی رو بالا ببریم و از بروز حادثه جلوگیری بکنیم. اگر بخوایم به صورت خیلی کلی‌تر بررسی بکنیم، در قسمت محیط زیست یا انوایرمنتی که وجود داره، ما سه تا گام داریم که محیط زیست ما شامل هوا میشه، شامل آب و فاضلاب میشه و شامل خاک میشه. یعنی ما باید بیایم تو مبحث HSE در قسمت انوایرمنت یا هم محیط زیست سلامت آب، فاضلاب، هوا و خاک رو در نظر داشته باشیم. در قسمت ایمنی و حفاظت یا سیفتی که هستش باید بیایم ایمنی فنی رو رعایت کنیم، حفاظت ها رو رعایت کنیم و از نظر آتش نشانی مباحثمون و ایمنی کارخونه رو مورد بررسی قرار بدیم. برای فرض مثال زمانی که شما دارید ایمنی رو بررسی میکنید باید به ایمنی های فنی دستگاه هاتون رو بررسی بکنید، یعنی تا حد امکان خطای دستگاه رو
که باعث بروز حادثه برای اپراتور و نیروی انسانی میشه به صفر برسونید. اگر شما توی محیط کار پرس های ضربه ای دارین، این پرس ها به سیستم پنوماتیک اصطلاحاً یا سیستم هایی که چشمی براش تعبیه میکنن وجود نداره، شما باید به عنوان مسئول HSE برنامه ریزی انجام بدید تا بتونید با ایجاد دستگاه ها با استفاده از تکنولوژی پنوماتیک یا چشمی گذاشتن خطای این دستگاه رو به حداقل خودش برسونید. اگر شما دستگاه تزریق پلاستیک دارید، نباید اپراتور یا شخصی داره اونجا کار میکنه تحت هیچ شرایط ایمنی دستگاه رو از بین ببره و یه سرش بکنه اصطلاحا. اینا میشه ایمنی هایی که شما میتونید توی محیط کارتون پیاده سازی بکنید. اگر توی محیط کارتون اورومیو لیفتراک دارید، باید خط کشی هایی برای اورومیو لیفتراک انجام بدید که لیفتراک با فرد برخورد نکنه. اگر شما به دلیل زمستون و سرمای هوا جلوی در ورودی سالن‌های تولیدیتون از پرده ای پارچه چیزی استفاده کردید که اونجا محل عبور لیفتراک هست و دید نداره، باید از یک سری از مواد استفاده بکنید. برای مثال میتونید به مسئول لیفتراک بگید که زمانی که میخواد عبور رو انجام بده حتما بوخ بزنه که شخصی پشت اون پرده یا پشت اون در نباشه که بخواد خدای نکرده با لیفتراک برخورد بکنه. اینها در واقع مواردی هست که برای ایمنی و حفاظت میتونه استفاده بشه. شما به عنوان کارشناس HSE وقتی توی کارخونه ها مشغول به کار میشید، باید ملزم کنید که حتما فردی که پای دستگاه ها داره کار میکنه از تجهیزات حفاظت فردی که در ادامه بهش میرسیم استفاده بکنه. اگر در محیطی داره کار میکنه که محیط سر و صدای بسیار زیاد داره، از تجهیزات مراقبت از گوش استفاده بکنه. اگر توی محیط‌های برنده داره با استفاده از ورق‌ها کار می‌کنه، باید حتما دستکش‌های مخصوص استفاده بکنه. اگر احتمال سقوط ابزار از بالا و ارتفاع وجود داره، باید حتما از کلاه ایمنی استفاده بکنه. اگر شخصی توی ارتفاع داره کار می‌کنه، حتما باید کمربند ایمنی ببنده. وظیفه کارشناس HSE هست که اینا رو توی محیط پیاده‌سازی بکنه. توی قسمت بهداشت حرفه‌ای چطور؟ ما برای اینکه بتونیم بهداشت حرفه‌ای رو پیاده سازی بکنیم، گفتیم از سه واژه محیط زیست، ایمنی و بهداشت استفاده میکنیم. خود بهداشت حرفه‌ای گفتیم شامل طب کار میشه که حتما پرسنل باید قبل از اینکه وارد محیط کار بشن آزمایشاتشون رو انجام بدن، همچنین آزمایشات بعد از استخدام که تموم شد در حین کار نیز به صورت سالانه معمولا یا 6 ماهه این آزمایشات باید انجام بشه. و اگه گفتیم این شاخه‌ای که وجود داره مهندسی بهداشت حرفه‌ای هم بهش میگن، و همچنین حالا آزمایشگاه HSE هم ما داریم که توی آزمایشگاه میان برآوردهایی و قوانین اونجا وضع میکنن تا بتونن ایمنی رو بالا ببرن. تمام این موارد که ما خدمت شما گفتیم و مفهوم HSE فقط برای بالا بردن سطح ایمنی در محیط کار هستش تا بتونیم از بروز حادثه جلوگیری بکنیم و در حد امکان حادثه ها رو و اون ضایعاتی که از حادثه به وجود میاد، صدماتی که از حادثه به وجود میاد رو بتونیم به صفر برسونیم. بهداشت حرفه‌ای. تا قرن 16 میلادی توی کتاب‌های طبی و بهداشتی زیاد توجهی به بهداشت و سلامت محیط کار نمی‌شد. اما قرن 16 میلادی به بعد توجه‌ها نسبت به این موضوع بیشتر شد. بهداشت حرفه‌ای چیکار می‌کنه؟ میاد به تمام جنبه‌های بهداشت و ایمنی در محل کار می‌پردازه. هی میاد بررسی میکنه و شناسایی انجام میده، نگاه میکنه ببینه چه مشکلاتی توی محیط کار وجود داره که باعث ایجاد و بروز خطرات چه به صورت کوتاه مدت چه به صورت بلند مدت برای شخص و اون افراد خواهد شد. بهداشت حرفه‌ای توی سه گام میشه خلاصش کرد: گام نخست شناسایی، گام دوم ارزیابی و گام سوم کنترل هست. عوامل زیان آور در محیط کار و مورد تحلیل و تجزیه قرار میده و راه حل هایی رو برای کاهش خطرات و مضراتی که ممکنه برای افراد در محل کار که ناشی از این عوامل زیان آور هست رو به حداقل مقدار خودش برسونه. این عوامل معمولاً
تو چند رده تقسیم بندی میشن. قسمت اول عوامل بیولوژیک هستش. عوامل بیولوژیک معمولا مشاغلی مانند پزشکی، پرستاری و ارگانهای مثلا بیمارستانها بیشتر افراد های سرکار دارن. این عوامل آیتم های مانند ویروس ها، باکتری ها و انگل ها رو شامل میشه که باعث ایجاد بیماری های خواهند شد. برای مثال بیماری‌های ویروسی که ممکنه افراد رو در محل کار مثل بیمارستان تهدید بکنه هپاتیت یا HIV میشه بهش اشاره کرد. بیماری‌های مانند سیاه زخم که حاصل از باکتری هست و ممکنه افراد رو تهدید بکنه که این عوامل بیولوژیک در بیمارستان‌ها و مشاغل مثل پزشکی و پرستاری بیشتر اتفاق می‌افته. همچنین در محل‌هایی که به تهیه و فرآوری مواد غذایی دارن کار انجام میدن و مشغول هستن ممکنه با عوامل بیولوژیک سرکار داشته باشه. عامل بعدی که افراد در محیط کار باهاش سرکار دارن عوامل ارگونومیک هستش. عوامل ارگونومیک رو اگه بخوایم به صورت خیلی جزئی خدمت شما توضیح بدیم، ارگونومی یا مهندسی انسانی، مهندسی فاکتورهای انسانی هم بهش میگن. مجموعه دستورالعملهایی است که میاد بررسی میکنه تا بتونه بیاد متناسب سازی انجام بده بین محیط کار با شرایط فیزیکی و انسان ها. به صورت خیلی روتین‌تر بخوایم تعریفش بکنیم، عوامل ارگونومیک یا خود ارگونومی یا مهندسی فاکتورهای انسانی میاد محیط کار رو برای افراد اصلاح میکنه و بهینه میکنه تا فرد تحت تأثیر عوامل ارگونومیک به مرور زمان مشکلی براش به وجود نیاد. در واقع با متناسب سازی مشاغل و تجهیزات محیط کار با محدودیت ها و قابلیت های بدن اون اپراتور یا اون شخصی که در واقع وجود داره مانع از وارد شدن آسیب یا صدمه ای به بدن اپراتور میشه. هر شخص یک سری محدودیت ها داره توی قسمت های مختلف کاری. اگر فردی داره کار اپراتوری انجام میده، اگر شخص داره کار اداری انجام میده، شخص یک سری محدودیت هایی براش وجود داره. وظیفه مهندسی فاکتورهای انسانی یا ارگونومی اینه بیاد اون موارد رو بررسی بکنه و محیط کار رو متناسب با محدودیت‌های بدن فرد بهینه بکنه. این عوامل زیان آوری که توی محیط کار وجود داره در قسمت ارگونومیک شامل میشه، ابزار کار نامناسب یکی از این موارد هستش. اگر شخصی توی محیط کار داره کاری انجام میده و ابزاری که داره استفاده میکنه اگر نامناسب باشه، باعث ایجاد و بروز عوامل ارگونومیک خواهد شد و شخص به مرور زمان باعث ایجاد صدمه زدن بهش خواهد شد. بنابراین ابزار کار نامناسب یکی از موارد و عواملی هستش که در دسته ارگونومیک قرار میگیره. برای مثال میتونیم به این نکته اشاره بکنیم، شخصی در قسمت اداری مشغول به کار هست، اگر تناسب صندلی و فاصله شخص با میز کارش مناسب نباشه، شخص ممکنه قوز بکنه و به مرور زمان به مهره‌های کمرش آسیب وارد بشه. اگر مانیتور شخص توی محیط اداری مناسب نباشه، دید مناسبی نداشته باشه، به صورت مستقیم نباشه، باعث میشه شخص گردنشو یا بالا نگه داره یا پایین نگه داره و به مرور زمان این باعث ایجاد آسیب مهره‌های کمری خواهد شد و همچنین گردن. اگر شخصی اصطلاحا زیر موسی نداشته باشه و داره کار انجام میده، به مرور زمان مچ دست شخص دچار آسیب خواهد شد. همچنین تو محیط کارخونه به همین صورت، برای یک شخصی که داره کار تراشکاری انجام میده، داره کار اپراتوری یک دستگاه انجام میده، اگه ابزار کار مناسبی نداشته باشه، یک سری بیماری ها به مرور زمان در شخص به وجود میاد. وضعیت نامناسب بدن حین کار یکی دیگر از عوامل زیان آوری است که در دسته ارگونومی قرار میگیره. شخصی میخواد باری رو بلند کنه، اگه نحوه بلند کردن صحیح بار رو بلد نباشه، بدنش تو قسمت نامناسبی قرار میگیره و باعث آسیب سیستم بدن فرد میشه. یکی دیگه از موارد عوامل روانی محیط کار هستش که بهداشت حرفه‌ای به اون میپردازه و اون رو بررسی میکنه. عوامل روانی فشارهای روحی که مربوط به محیط کاره، شخصی مداوم تحت تأثیر پرخاش کارفرمای خودش قرار میگیره، علاقه به کارش نداره،
حقوقش بسیار کمه، یا این عوامل ممکنه فشارهای روحی مربوط به خانواده باشه، مشکلات مادی توی خانوادهش وجود داشته باشه. تمام این عواملی که اینجا هستن عوامل روانی محیط کار هستن که بهداشت حرفه‌ای به بررسی، شناسایی و ارزیابی این عوامل میپردازه و سعی میکنه این عوامل رو حذف بکنه تا بتونه یک محیط کار ایمن برای شخص به وجود بیاره. مورد بعدی در مورد عوامل شیمیایی هستش. عوامل شیمیایی ممکنه شخصی در جایی مشغول به کار هست که دودهای ناشی از ذوب شدن فلزات به صورت مداوم با شخص در ارتباطه. افرادی که در کارخونه سیمان کار میکنن، افرادی که پای دستگاه‌های ذوب آلومینیوم یا دایکست یا انواع فلزات دارن کار میکنن، با این موارد در ارتباط هستن که این موارد به مرور زمان توی ریه فرد میشینه و باعث بروز بیماری های خواهد شد. مورد بعدی انواع گازها و بخارات هست که شخص توی محیط کاری که داره کار انجام میده ممکنه با این موارد سر کار داشته باشه و این گازها حالا یا سمی باشه یا غیر سمی هم هست، به مرور زمان فرد رو دچار بیماری و مریضی بکنه. گرد و غبارهایی که وجود داره، شخصی که کاری داره انجام میده و با تراش فلزات یا بر فرض مثال شخصی که سر ساختمون داره کار انجام میده، با بروز گرد و غباری که ناشی از این سیمان ها و موارد هست، یا شخصی که کارش توی خیابون هستش، برای مثال فرض کن شخصی پلیس راهنمایی هست، توی آلودگی هوا باید توی خیابون همیشه باشه، اینا به مرور زمان گرد و غبارهایی هست، گازهایی هست، دودهایی هست که توی دیگه فرد میشینه و اگر خیلی کمم از خودش موردی رو بروز نده، به مرور زمان شخص رو دچار بیماری خواهد کرد. دوستان توجه داشته باشید، یک سری از مواردی که در محیط کار وجود داره ممکنه حتی به یک سال، دو سال، سه سال یا حتی تا 5 سال خودشو نشون نده و اینا به صورت بلند مدت هست. شخصی 10 سال در قسمتی تحت عنوان تزریق پلاستیک که یکی از صنایع تولید هست داره کار میکنه. تزریق پلاستیک، شما زمانی که مشغول به کار هستید با دود در ارتباطی، یعنی اون پلاستیکی که اون موادی که شما تزریق میکنید توی قالب‌های با درجه حرارت میشینه و قطعه رو تولید میکنه. این دستگاه از خودش دود ساطع میکنه و وقتی که این دود از این دستگاه حاصل میشه، به مرور زمان شخصی که 5 سال 10 سال مداوم هر روز داره با این دستگاه کار میکنه، قطعاً به مرور زمان مشکلات ریوی پیدا خواهد کرد. برای همینی که ما باید از تجهیزات حفاظت فردی استفاده بکنیم. مورد بعدی در مورد عوامل فیزیکی هست. عوامل فیزیکی ممکنه شامل صدا بشه. شخصی در محیطی کار میکنه که مدام با صداها رو ارتباط داره. در محیطهایی مثل پرسکاری، محیطهایی مثل ماشینسازی، اینجا صدا به مرور زمان کم و زیاد میشه و شنوایی فرد رو دچار تحلیل میکنه. مورد بعدی در مورد ارتعاش‌هایی که ناشی از دستگاه هستش که ممکنه فرد رو به مرور زمان دچار آسیب‌هایی بکنه که یکی دیگه از عوامل فیزیکی هستش. گرمای طاقت فرسا، گرماهای زیادی که توی محیط کار وجود داره، برای مثال همین محیط کار تزریق آلومینیوم دایکاست که با درجه حرارت بسیار بالا آلومینیوم رو ذوب می‌کنه و در دستگاه‌ها و پرس‌ها قرار میدن، گرمای طاقت فرسایی داره. فرد به مرور زمان توی این گرما کار می‌کنه و قطعاً مشکلاتی براش به وجود خواهد آمد. وظیفه بهداشتی حرفه‌ای اینه که بیاد محیط کار بررسی بکنه، ببینه چه راهکاری میتونه ارائه بکنه برای اینکه اون محیط رو بهینه بکنه تا برای فرد چه در همون زمان چه در سالهای بعد مشکلی به وجود نیاد. اشعه هایی که وجود داره، افرادی که در قسمت های عکس برداری کار میکنه، اگه شما دقت کرده باشید در بیمارستان ها وقتی شما میخواهید از سینه‌تون، دستتون، کتفتون، سرتون عکس برداری بکنید، خود شخص همیشه توی اتاق تحت اتاق مراقبت یا اتاق کنترل هست که از اون محیط خارج میشه، چون اگه بخواد مداوم با این اشعه در ارتباط باشه قطعا سلامتیش از دست خواهد داد. مورد بعدی رطوبت های زیادی که توی محیط کار ممکنه وجود داشته باشه، یا روشنایی، حتی روشنایی اگه کم باشه زیاد باشه ممکنه چشم فرد رو تحت تاثیر قرار بده. برای همه این همی که دیگه از عوامل فیزیکی هستش که اینجا ما باهاش سر و کار داریم. علت ایجاد حادثه چی میتونه باشه؟ علت ایجاد حادثه موارد مختلفی ممکنه باشه که ما به برخی از اونها اشاره میکنیم. نبود وسایل حفاظتی یکی از مواردیه که باعث ایجاد و بروز حادثه خواهد شد.
زمانی که شما کارتون سخت و خطرناک باشه روی ارتفاع دارید کار میکنید. وسایل حفاظت فردی مثل طناب که خودتون بخواید ببندید ندارید. قطعا ممکنه باعث ایجاد و بروز حادثه بشه. با دستگاه های پرس های صنعتی بزرگ دارید کار میکنید. وسیله برای حفاظت از خودتون در برابر پرتاب قطعه به سمت چشمتون ندارید. ابزار مناسب برای خارج کردن قطعه از قالب ندارید و این ممکن خودش باعث بروز حادثه بشه. و ده ها مثال دیگه که اینجا میتونید برای این بزنید. برای این مثال فرض کنید با دستگاه تزریق مواد مذاب دارید کار میکنید. ماسک مخصوص ندارید. عینک حفاظتی مخصوص ندارید. این ماده مذاب پاشش داره و سبب میشه که روی دست شما، لباس شما، کفش شما، چشم شما این ماده بپاشه. وقتی که شما وسیله حفاظت فردی نداشته باشید، لباس مناسب نداشته باشید، این ماده روی بدن شما پاشش ایجاد میکنه و باعث ایجاد زخم و آسیب به شما میشه. علت‌های مکانیکی مثل خرابی دستگاه‌ها، مثل نقص دستگاه‌ها، مثل عدم وجود حفاظ برای دستگاه‌هایی که متحرک هستند، خودش باعث بروز حادثه خواهد شد. و دلایل شخصی، علت‌های شخصی، عمدی، یعنی به صورت عمدی اپراتور ممکنه باعث بروز حادثه بشه یا اپراتور حواسش نباشه باعث ایجاد حادثه بشه. این علت‌هایی که اینجا خدمت شما بیان کردیم از عوامل بروز حادثه خواهد بود. علت هایی که ممکنه باعث بروز حادثه در محیط های صنعتی بشه چی هستش؟ یکی از این موارد کثرت و زیاد بودن اون ماشینالات، تجهیزات فوق سنگین تو محیط کار هستش که ممکنه باعث بروز حادثه بشه. حوادثی که ممکنه باعث حمل و نقل باشه، توی محیط کار لیفتراک دارید، ماشین توی کارخونه شما رفت آمد داره و باعث بروز حادثه میشه. سرعت کار ماشینالات، شما برای اینکه تعداد تولید خودتون رو بالا ببرین میان چیکار میکنین؟ پرس های ضربه صنعتیتون رو اصطلاحا از حالت تک ضرب خارج میکنید و اون سنسور ایمنیش رو خاموش میکنید روی رگبار قرار میدید. زمانی که پرس به ازای هر ضرب به سرعت بالا پایین بره باعث بروز حادثه خواهد شد. اگر شما به خاطر تولید بیشتر، سرعت کار بیشتر، ایمنی و دستگاه حذف بکنید، قطعا اپراتور به دلیل ثابت بودن کار و فکری که داره، یعنی زمانی که یک کار به صورت مداوم داره انجام میده، هی یه قطعه بارگذاری میکنه هی برمیداره، هی قطعه بارگذاری میکنه هی برمیداره، زمانی که اتفاق میفته یه آن ذهن ممکنه فرمان نده و دستشو بذاره روی اون قالب یا اون دستگاه و بعد عملیات اپریشن رو انجام بده و این زمانی که سرعت بره بالا باعث میشه که خطای اپراتور زیاد بشه و حادثه به وجود بیاره. وجود نقص در ماشینالات، ماشین شما، دستگاه تولیدی شما، تجهیزات شما فرسوده شده، از رده خارجه یا نقصی توش وجود داره، تسمش پاره میشه، ممکنه خاری ازش شکسته بشه، ممکنه اهرمی از این دستگاه شکسته بشه و ناخودآگاه دستگاه عملیاتو پشت سر هم انجام بده، نقص توی دستگاه وجود داشته باشه و همین نقص باعث ایجاد حادثه خواهد شد. برای همین هست که توی محیط‌های صنعتی از واحدی تحت عنوان واحد PM یا تعمیرات نگهداری استفاده میشه. کار این عزیزان اینه که بیان به صورت‌های دوره‌ای کار تعمیرات ماشینالات رو انجام بدن و ماشینالات رو بازدید دوره‌ای انجام بدن تا اگر اتفاق قرار توی ماشین میفته اصطلاحاً به صورت پیشگیرانه این خرابی رو رفع بکنن. این کار باعث میشه هم دستگاه نخوابه و تولید متوقف نشه، هم خطراتی که ممکنه به دلیل نقص توی ماشین به وجود بیاد حذف بشه. مورد بعدی اشتباهات اپراتوریه. شیفت های اضافه کاری زیاد میذارید، اپراتور خسته میشه، شیفت های شب اپراتور خوابش میگیره، اپراتور ذهنش جای دیگه درگیره، به علت مادی، به علت خانوادگی حقوق کافی اپراتور نمیدید، اپراتور ذهنش درگیره، درست نمیتونه کارش رو انجام بده، یا به خودش آسیب میزنه یا قطعه و محصول شما رو خراب میکنه. برای همین اشتباهات اپراتور یکی دیگه از مواردیه که در محیط های صنعتی باعث بروز حادثه میشه.
و در نهایت مهمترین عنوان و موردی که ما باهاش خیلی سر و کار داریم، عدم استفاده از تجهیزات حفاظت فردی هستش. معمولا تو محیط‌های صنعتی تمرکز روی تولیده و به این موارد توجه نمی‌کنن. شخصی که داره اونجا کار انجام میده براش لباس ایمنی، عینک، کلاه ایمنی استفاده نمی‌کنن و برایش تهیه نمی‌کنن و این باعث بروز حادثه میشه. پس یکی دیگه از مهمترین موارد عدم استفاده از تجهیزات حفاظت فردی هستش. اگر از تجهیزات حفاظت فردی استفاده بشه در محیط‌های صنعتی، میتونه به صورت خیلی چشمگیر حادثه رو کاهش بده. راه‌های ارتقای ایمنی چی هستش؟ یکی از این راه‌ها علامت گذاری و نشانه گذاریه که ما بیایم توی محیط‌های صنعتی علامت بذاریم. اگر یک جعبه و تابلو برق داریم روش علامت گذاری کنیم که آقا اینجا تابلو و کابل‌های فشار قوی وجود داره،